سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه سریال هاوس آف دراگون رو بررسی کنیم. سریالی که میشه پیش درآمدی بر سریال بازی تاج و تخت که به خاندان تارگریان ها میپردازه و از زمان این سریال 300 سال قبل از سریال بازی تاج و تخت هستش. و این سریال میشه اولین سریالی که به طور رسمی اسپینافی از سریال بازی تاج و تخته. اینم بگم اگر ویدیو براتون مفید بود یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید که توی این کانال همش در رابطه با سینما حرف میزنیم. این رو هم بذارید قبلش اضافه بکنم که بخش خیلی زیادی از این ویدیو با ویدیویی که قبلا ساختم در رابطه با اسپیناف های گیم آف ترونز مشترکه. پس اگر قبلا اون ویدیو رو دیدید دیگه لازم نیست این ویدیو رو ببینید چون مطالبشون خیلی تکراری هستش. خب بریم سر وقت سریال و اولین چیزی که توجه به خودش جلب میکنه اینه که داستان این سریال چیه و چه ربطی به بازی تاج و تخت داره. همونطور که گفتم داستان این سریال پیش درآمدی بر بازی تاج و تخته، یعنی داستان رقص اژدهایان که نام یکی از کتابهای مجموعه کتابهای بازی تاج و تخت هم هستش. همونطور که خودتون میدونید این کتابها یک مجموعه هستن و قرار تو در 7 جلد منتشر بشن مثل هری پاتر و کتاب بازی تاج و تخت اولین جلد این مجموعه است و در کمال ناباوری جورج آر آر مارتین از سال 1991 نوشتن جلد 1 رو شروع کرده و 5 سال نوشتن جلد 1 طول کشیده و در سال 96 تازه جلد 1 رو منتشر کرده. حالا جالب‌تر اینجاست که آخرین جلدی که نوشته جلد 5 بوده و سال 2011 منتشر کرده، یعنی الان 10 ساله که هنوز جلد 6 رو منتشر نکرده. مجموعه 7 جلد این کتاب میشه داستانی که ما در سریال بازی تاج و تخت دیدیم. خب پس الان سوال براتون میشه که پس سریال جدید یعنی سریال هاوس آف دراگونز قرار از روی چه کتابی ساخته بشه؟ و اینجا باید بگم که سال 2018 مارتین در حالی که هنوز مجموعه کتاب بازی تاج و تخت رو تموم نکرده بود یک کتاب جدید منتشر میکنه به اسم کتاب آتش و خون که میشه تاریخ خانواده تارگریان ها و داستان های این کتاب از نظر زمانی قبل از داستان بازی تاج و تخت محسوب میشه و سریال هاوس آف دراگونز از همین کتاب اقتباس شده و از نظر داستانی هیچ ربطی به سریال بازی تاج و تخت نداره. البته این سریال از کل کتاب اقتباس نشده بلکه فقط از بخش هاییش اقتباس شده، یعنی بخش رقص اژدهایان. ایاتون باشه توی سریال بازی تاج و تخت دائم دنریس میگفت که اژدهایان به خاطر یه جنگ منقرض شدن، یعنی اژدهایان دنریس بعد از چند قرن از انقراض اژدهایان دوباره وجود اومده بودن و اون جنگی که دنریس دائم توی سریال بهش اشاره میکرد همین داستان رقص اژدهایانه. خب حالا اگر بخوایم به این داستان بپردازیم ببینیم این داستان اصلا کی هست و مربوط به چیه، اگر بخوام به طور خلاصه بگم و برای اینکه دقیق‌تر درک کنید که این اتفاقا کجای داستانه بعد از ابتدای داستان خاندان تارگریان ها شروع کنیم، یعنی تاریخ ایگان تارگریان اول یا ایگان فاتح، کسی که دودمان خاندان تارگریان ها رو ساخته و کسی که وستروس رو برای اولین بار فتح کرده و تمام خانواده های حاکم بر وستروس رو زیر شمشیر خودش آورده. تا قبل از ایگان در وستروس خانواده های مختلفی حاکم بودن مثل استارک ها یا تایرل ها یا لنستر ها و هر کدوم از این خانواده ها به یه بخشی حکومت میکردن، درست مثل یه قاره که کشورهای مختلف درش حکومت میکنن، ولی ایگان کسی بود که به کل این قاره حمله کرد و به کمک اژدهایان خودش تمام این کشورها رو یک پارچه کرد. و اگر سریال بازی تاج و تخت رو یادتون بیاد اون جزیره که برای اولین بار دنریس بهش وارد شد اسمش بود دراگون استون و اونجا یه دونه میز بود که روی میز یک طرح سه‌بعدی از نقشه کل وستروس وجود داشت. اون قلعه یا همون قصر در اصل قلعه همین ایگان فاتح بوده و اون میزی هم که جلوی دنریس بود میزی بود که برای اولین بار ایگان تارگریان اول ساختش و نقشه جنگ برای یک پارچه کردن وستروس رو کشید و با کمک اژدهایان خودش تمام این کشورها رو یک پارچه کرد و بعد از پیروزی شمشیر تمام سرپرستان و خانواده‌های شکست خورده رو با آتش اژدهاش ذوب می‌کنه و تبدیل می‌کنه به یک تخت پادشاهی که میشه همون تخت آهنین که میشد تخت سلطنت بر کل قاره وستروس و بعد از این کار دستور ساخت کینگز لندینگ رو میده، شهری که تا اون زمان وجود نداشت و قرار بود از این به بعد حاکم کل وستروس در این شهر اقامت کنه و این شهر بشه پایتخت وستروس. ایگان فاتح با دو خواهر خودش ازدواج میکنه و دودمان تارگریان ها رو میسازه و تاریخ فتح وستروس مبنای شمارش تاریخ قرار میگیره. ایگان بعد از تحکیم قدرتش اریس براسیون رو هندافت کینگ خودش میکنه، یعنی کسی که نوادگانش 300 سال بعد بر علیه خاندان تارگریان ها کودتا کرد. اگر سریال بازی تاج و تخت یادتون باشه رابرت براسیون هم کسی که در سیزن اول بودش کسی بودش که جز نوادگان همین اریس براسیون بودن که در داستان بازی تاج و تخت ما دیدیم که رابرت براسیون بر علیه مد کینگ قیام کرده بود و مد کینگ که میشد نواده ایگان تارگریان و آخرین پادشاه تارگریان بود رو سرنگون کرده بود و سلسله تارگریان ها رو منقرض کرده بود و خودش سلسله جدیدی رو ایجاد کرده بود و تمام این اتفاقات بنای داستان سریال بازی تاج و تخت قرار گرفته بودن. اما حالا داستانی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم داستان رقص اژدهایانه، یعنی اتفاقاتی که 130 سال بعد
بعد از ورود ایگان و گذشت 4 نسل از پادشاهی تارگریان ها اتفاق میفته، یعنی پادشاه ویسری که میشه ندیده ایگان. در این زمان پادشاه ویسری از دنیا میره و حالا بر سر جانشینی ویسری بین فرزنداش جنگ در میگیره، جنگی که در اون دوتا از جانشینان اصلی پادشاه بر سر تاج و تخت به جون هم میفتن و خاندان تارگریان ها به دو نیم تقسیم میشن و هر کس از اعضای این خانواده طرف یکی از این شهریاران رقیب رو میگیره. در این جنگ برای اولین بار در طول تاریخ وستروس هر دو طرف جنگ اژدها سوار بودن و برای اولین بار اژدهایان در برابر همدیگه قرار گرفتن. برای همین این جنگ در تاریخ وستروس معروف هستش به رقص اژدهایان. این میشه کل داستان رقص اژدهایان و این اون چیزی هستش که ما قراره در سریال هاوس آف دراگونز نگاه کنیم. حالا واقعا سوال اینجاست چرا باز از وسط داستان شروع کردن؟ و به نظرم اگر از خود ایگان فاتح شروع می‌کردن بهتر بود. حالا باز چرا از وسط تاریخ خاندان تارگریان‌ها شروع کردن؟ خدا می‌دونه. من اینم اضافه کنم که کتاب آتش خون خیلی خیلی حجم داستانیش زیاده و خیلی خیلی شبیه به کتاب سیلماریون تالکینه که اگر ویدیو قبلی کانال رو دیده باشید می‌دونید دارم راجع به چه کتابی صحبت می‌کنم. همونطور که کتاب سیلماریون کتاب قطوری و داستان‌های زیادی داره، همین کتاب آتش خون هم دقیقاً همینطوره، پر از داستان‌های مختلف از چندین نسل مختلفه و چیزی نزدیک 500-600 سال از تاریخ وستروس رو پوشش میده. و با توجه به این موضوع میشه فهمید که اگر این سریال مورد استقبال قرار بگیره میشه چندین فصل این سریال ادامه پیدا کنه و همینطور که خودتون میبینید شجره خانواده تارگریان ها و تاریخ وستروس بسیار بسیار طولانیه و هر کدوم از این شخصیت های داخل شجره نامه برای خودشون داستان مخصوص خودشون رو دارن که بازی تاج و تخت فقط همین قسمتی هستش که دارید میبینید، یعنی قسمت قیام باراسیون بر علیه مدکینگ. و سریال هاوس آف دراگونز هم این قسمت هستش. دیگه خودتون ببینید چقدر این داستان جا برای رشد داره و چقدر میشه سریال های مختلفی رو از روی این کتاب آتش و خون ساختش. ولی فکر کنم پروژه بعدی HBO احتمالاً به سریال تبدیل کردن داستان ایگان فاتح خواهد بود تا بالاخره بیننده ها و طرفدارای این داستان بتونن از اول این داستان رو در قالب تصویر ببینن. حالا که داستان سریال رو بهتون گفتم، بذارید از مراحل ساختن بهتون بگم. صفحه رسمی سریال بازی تاج و تخت اعلام کرده که تولید سریال خاندان اژدهایان در سال 2021 میلادی آغاز شده. این فیلم در کشور انگلستان فیلم برداری میشه و خود جورج آر آر مارتین از تهیه کنندگان اصلی این سریاله و به نظر میاد که این بار شبکه HBO نمیخواد با کنار گذاشتن جورج آر آر مارتین از مراحل ساخت سریال باعث بشه تا اون بلایی که سر داستان تاج و تخت اومد سر این یکی سریال هم بیاد. کارگردان سریال هم یکی از کارگردانان سریال بازی تاج و تخت بوده که چندین اپیزود مهم از این سریال رو مثل اپیزود بلز رو کارگردانی کرده. اپیزود بلز میشه همون اپیزودی که دنریز تمام کینگز لندینگ رو نابود کرد. و همینطور این کارگردان اپیزود بتل آف د باسترز رو هم ساخته و چندین اپیزود دیگر رو هم ساخته که جنبه مشترک تمام این اپیزودها صحنه‌های مبارزه‌ای بسیار بزرگ هستش. پس از همینجا میشه فهمید که با سریالی طرف هستیم که صحنه‌های مبارزه بسیار زیادی خواهد داشتش و قراره که هزینه‌های بسیار زیادی برای سریال بکنن. البته رقم هزینه هایی که برای این سریال خرج شده اصلا مشخص نیست و توی هیچ منبع معتبری ننوشته که چقدر خرج سریال کردن و همین چند هفته پیش هم تازه بعد از مدت ها چند تا عکس از پشت صحنه های سریال منتشر کردن که دارید میبینیدش و دلیل این همه پنهانکاری برای مراحل ساخت اصلا مشخص نیست. واقعا معلوم نیست که چرا شبکه HBO اصلا اجازه نمیده هیچ خبری از پشت صحنه سریال درز کنه. اصلا معلوم نیستش که تا کجا پروژه پیش رفته. یه نکته مهم دیگه که باعث میشه واقعا به سریال امیدوار بشیم موسیقی رامین جوادی هستش و این بار هم مثل سریال بازی تمام موسیقی های سریال توسط رامین جوادی ساخته میشه. حالا بذارید بازیگرانی رو هم که داخل سریال هستن رو بهتون معرفی کنم. از بازیگرایی که تو این سریال بازی میکنن باید به مت اسمیت در نقش دیمون تارگریان اشاره کرد. این بازیگر 40 سالشه و قبلا در سریال دکتر هو بازی کرده. پدی کانسیداین در نقش کینگ ویسرین قرار بازی کنه که بازیگر خیلی موفقی نیست. از نقشای قبلا بازی کرده میشه به نقش کشیش در سریال پیکی بلاندرز اشاره کرد. اما دارسی در نقش شاهزاده خانم رین ایرا قرار بازی کنه. این بازیگر زیاد پرکار نیست، زیاد شناخته شده نیستش، قبلا در تئاتر بازی میکرده و در شبکه‌های اجتماعی هم زیاد فعال نیستش. این سریال هم مثل سریال بازی تاج و تخت در چندین فصل ساخته میشه و هر فصلش هم 10 اپیزوده. تاریخ انتشار هنوز دقیق مشخص نیست ولی مثل اینکه در ابتدای سال 2022 یعنی تقریبا در فصل زمستان قرار این سریال رو ببینیم. در انتهای سال 2021 سه شرکت HBO، نتفلیکس و آمازون رقابت بسیار سنگینی با هم دیگه میکنن و هر کدوم برای این رقابت هزینه‌های خیلی زیادی کردن. آمازون با سریال ارباب حلقه‌ها، نتفلیکس با سریال ویچر و
HBO با سریال بازی تاج و تخت. همشون تقریبا با فاصله یکی دو ماه از هم دیگه پخش میشن. و باید دید کی برنده رقابت. اگه نظر منو بخواید، به نظر من ویچر رو هوا از این رقابت حذف میشه. اصلا حرفی در برابر این دو تا رقیب گنده نداره. و در نهایتش هم آمازون رقابت رو از HBO میبره. حالا باید دید این پیش بینی چقدر درست از آب در میاد. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو براتون